شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6 و روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمدید. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام دکتر، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. خواهش میکنم دکتر، اول این که کتابی تولدتون مبارک و این که بگم من خیلی خوشحالم که همدلی شما هستم و من از موقعی که صحبت شما رو شنیدم واقعا یه سری تابوها توی ذهنم شکست که واقعا ازتون ممنونم. میخواستم، حالا من خیلی اطلاع کلام ندارم، یه دوستا مشکل دارم که هر کنون شما فرمودی من درماش بیشتر توضیح میدم. نه شما از نه شروع کنید، چون نه شما اولا صدا متاسفانه منعکس میشه. شما که برای تلفنتون روی بلندگوی چیزی نیستید که این نتیجه اون باشه. بنابراین من کوشش میکنم کمتر حرف بزنم که این رفت و آمد صدا نباشه. نه، دونه به دونه مسائل بر اساس ترجیح و تمایلی که خودتون دارین مطرح کنید، ولی با هم مخلوطش نکنید. بفرمایید. پس من اول یه بیوگرافی بگم از خودم. من 34 سالمه، مجرد هستم، توی یه خانواده‌ای با 8 فرزند هستم، فرزند 8مم. خواهر برادرام همه یا پی اچ دی بودن یا پزشکن و پدر مادرم استاد دانشگاه معلم هستن. اولین مسئله در مورد ازدواجم می‌خواستم خدمتتون بگم. من تا حالا توی هیچ رابطه‌ای نبودم و فقط حالا از یه سنی به بعد در حد خواستگار بوده که حالا یکی دوتاش به صورت رسمی اومده خونه، ولی بقیهش رو با هماهنگی خانواده مثلا همدیگر بیرون دیدیم. نه شما چرا نخواستید؟ نه نصب کنید. آخه شما چرا یه نقشه منفعلی رو انتخاب کردید که من منتظر میشم که یا یه کسی بیاد یا شما یه کسی رو برید برای من بیارید؟ شما چرا نخواستید خودتون در محیطتون مثلا با توجه به خانواده و فامیلی که نسبتاً بزرگ دارید و بدون تردید رفت و آمدها و ارتباطاتی هست، یک کسی رو که شما از او و او هم به نظر میرسه از شما خوشش میاد رو پیدا کنی؟ دکتر، حقیقتش این که من حالا اون سالی که کنکور داشتم، یعنی کنکور اولم که بود، پدرم ناگهانی امایی کردن و به رحمت خدا رفتن. سال بعدش که قبول شدم دیگه بعد از اون رفت آمدمون با خانواده با فامیل و اینا خیلی کم شد و البته خب فامیلمون هم واقعا خیلی متفاوت بودن با ما، یعنی آخه من که راجعه نکنید عزیز، نه من که نه سب کنید بحث من شما فامیل اصلا شما برس کنید یه دونه بچه بودید، هشتام نبودید، خب نبودید، محیط دنیا که خارج از اون نیست. من اشاره کردم خونه شلوغ داشتی، شما میتونید بگید نه خانواده به هر دلیلی نبود، ولی بحث من این است که شما نمیتونید یه دختر باهوشه که یه همچه خانواده تحصیل کرده به قول خودتون دارید در قرن 21 نشسته باشید شوهر بیاد خواستگاری که بعد به دلتون بچسب یا نچسب. شما، من سوالم نه، سوالم این است که شما چرا درگیر نبودید؟ شما چرا این بر اون ور نمی‌رفتید؟ شما چرا مراکزی که فکر می‌کردید ممکنه آدمای مناسب باشن نمی‌رفتید؟ اگر یه برنامه‌ای بود، جشنی بود، پزشکانی دور هم جمع شدن، مهندسینی جمع شدن، دندان پزشکان و ورودم به یه جوری برای غیر اون گروه هم آزاد هست، از طریق یکی از دوستان اونجا می‌رفتید، مثل بسیاری از کسانی که فرض کنید من در شهر لس آنجلس می‌شناسم تو این مجامع رفت و آمد میکنم، برای که هدفم هدف بسیار خوبه، درسته، همه گونه مورد پذیرش و پذیرفتن جامعه است که شما برید آدم ها رو پیدا کنید. شما 34 سالتون شده، شما به من میگید، من که نمیدونم، میگید من رابطه نداشتم. من میشه، یعنی 20 سال شما چیکار دارید؟ 15 سال شما دارید چیکار میکنید؟ چی؟
خب دکتر، آخه این یکی از همون تابایی که عرض کردم خدمت. چه تابایی؟ من واقعا عزیز من، شما عزیز من، شما دور نصب کنید، شما نازم، شما دوربر خودتون رو نگاه میکنید، آدم ها رو میبینید، دخترای دیگه هم اینجوری نشستن خواستگار بیان، مثل تو ویترین مغازه هستن منتظر خریدار. نه خب میخوام بگم چرا نکردید، برای که اعتراضی ندارم، من میخوام چرایی رو متوجه بشم. شما میتونید بگید من از ازدواج بدم میاد، از بچه بدم میاد، از خانواده نمیخوام تشکیل بدم. خب من میفهمم، ولی من برام مسئله است عزیز. این یه چیزی نیست که اولا صبح تا غروب خودتون تو ذهنتون میاد، بعد از اون دوربر یا هر کس شما رو ببینه یه توصیه ازدواجی بهتون میکنه. چیزی نیست که آدم بگه 6 ماه گذشته هیچ کسی چی نگو. تازه خانواده این حرف رو میزن، خواهرها، برادرها، پدر، مادر، عمه، خاله، پسر، رایی، دایی. میخوام ببینم شما چرا نخواستید که رابطه ای داشته باشید. دکتر میگم جدای، میخوام این حرف رو کنم ازتون، جدای از این که من مثلا این کار رو فکر میکنم کار درستی نیست که بخوام، چون حالا توی دانشگاه هم بود، ولی من واقعا فکر میکردم که خیلی کار اشتباهیه اگه مثلا کسی به من مثلا بخواد حالا اپروچ کنه، من بخوام جواب مثبت بهش بدم. واقعا اینجوری بود، یعنی اینطوری نبود. چرا اشتباهه؟ نه نه به من بفرمایید، نه نه صبر کنید، منو کمکم کنید. چرا اشتباهه؟ اگر خدا رو میگید، اگر طبیعت رو میگید که جهان رو، آخه عزیز من، آخه چرا وانمود میکنید؟ چرا؟ آخه چطور همچی باوری داشتی؟ ازم اسکی من برگردم بگم من در ایران بودم، متوجه نشدم که ایرانی یا فارسی حرف میزنن، فکرم ژاپنی حرف میزنن. آقا شما چطور میتونید دور براتون رو نبینید؟ چطور نمیتونید؟ شما دانشجو رفتید، تو کلاستون 5 تا 10 تا 20 تا دختره، اونا راجع به این موضوع صحبت میکنن، خانواده هاست، عروسی دعوت میشید، نامزدی دعوت میشید، یکی بچهش متولد شده، شما اونجا میرید، شما یه جوری وانمود میکنید که با این موضوع آشنا نبودید. اصلا ما غیر از درس و کار و رابطه و ازدواج چیز دیگه داریم؟ تفکر سنتی بود خیلی دکتر، که قطعا باید اینجوری باشه و مثلا به جز این هر کاری باشه اشتباهه. خب اگر اینجوری هست منتظر میشید اولین خواستگار، اولین کسی که آمد که به نظر خوب میاد و باید انتخاب میکردید، یه شما حق انتخاب نداری؟ یه جواهری که توی یه جواهری که نه یه جواهری که توی ویترین گذاشته که انتخاب نمی‌کنه کی قراره منو بخره ببره. اوکی من مثل که گفتگو از این بابت به جایی نمی‌رسیم، چون من فکر کردم شما یه توضیحی چیزی دارید. شما به صرف اینکه باور من این بود، آخه عزیز شما که نمی‌تونید در قرن 21 در حالی که تلویزیون جلویتونه، اینترنت جلویتونه، دوستانتون هستن، دوربرتون میرید، مهمونی میرید، عروسی میرید، نامزدی میرید، من اصلا خبر نداشتم یه همچین چیزی هم هست. صد تا داستان شدید، ولی واسه می‌خواستم اینجوری انتخاب کنم. و یه موضوع دیگه هم هست، من چه جوری می‌خواستی؟ نه چه جوری می‌خواستی اینجوری؟ نه چه جوری می‌خواستی انتخاب کنی؟ می‌خواستم حالت مثلا رسمی‌تر، سنتی‌تر انتخاب کنم، اینجوری بیشتر ترجیح می‌دادم. و البته خیلی هم اضافه کنم که من خودم هم بعدا متوجه شدم که از کلن از بحث ازدواج خیلی میترسم، از اینکه اون شخص مناسبم نباشه، چون مسابقه ازدواج ناموفق داخل خانواده داشتیم، این بیشتر منو میترسونه همیشه. چرا میترسونه؟ چرا میترسونه؟ خب بشه عزیز من، وقتی شما ازدواج نمی کنید که طلاقتون رو پس گرفتید از همه. اگه از همون اولش من بدونم این کیس مناسبم نیست، خب اصلا کنسل کلا به نظرم. کاملا. ولی ما در دنیای زندگی میکنیم که انواع ماشینا همیناست، کفشا همیناست، لباسا همیناست، وسط اینا باید انتخاب کنیم. نمیتونیم بگیم این من این مثلا این کفشایی که الان در دنیا هست رو نمیخوام بپوشم. من این 1100 تا نمیدونم نوع اتومبیلی که در جهان هست، تازه با رنگای مختلفی میشه 10000 تا، هیچ کدوم من دوست ندارم. این مورد آخر ما همچین دنیایی نداریم عزیز. شما صبح تو غروب باید انتخاب محدود بکنید، این نونو میخواید یا اون نونو، این مدرسه میخواید بید یا اون مدرسه، با این آدم میخواید بیشتر حرف بزنید یا کمتر حرف بزنید. یعنی آخه شما یه جوری ببینید عزیز، نزنید خودتون به این که نمیدونستم. مشخصه بچه آخر همینه، برای که هزاران هزار بار تجربه کرده من نمیدونم و نمیتونم، و بنابراین شعار زندگیش نمیدونم نمیتونم.
این میشه اینو میفهمم، ولی شما ای به عنوان یه دختری که توی خانواده بودید که همچی چالشای بوده، به گفته خودتون همه بچه‌ها باهوش بودن، عاقل بودن، دنبال درس بودن، کار بودن، تو رشته‌های مختلف، خب قرار بوده از این تخمی که توش نشستید و فکر کنید دنیا همینه میشه شکست، یا بقیه اومدن شکستن اومدن بیرون، شما سری میکنید میرید شکستن، خب باید پوستر مینداختید میامدید بیرون. من فقط برام سوال این است که الان یه چیزی گفتید، خب مهمه، من از ازدواج میترسم. نه، شما از ازدواج نمیترسید، از شکست مربوط به ازدواج میترسید. شکست ازدواج میترسید یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه من ازدواج کردم و جدا شدم 10 تا 20 تا 50 تا آدم احمق، ابله، بیمار، بدبخت، بیکار وامونده نظرشون راجع به من عوض میشه. وای چی میشه این احمقا؟ قبلا من فکر کردم من خوبم، حالا میگن نه دختر خوبی نیست. معنیش اینه که میترسم. غیر جدا شدن مثلا این ساعت هم یکی کسی رو دوست داره، به توافق میرسه با هم زندگی میکنه، بعد از مدتی ممکنه به این نتیجه برسه که نه، میره دنبال کارش. این چیزی نیست که فکر کنه فاجعه شده. اونم با همین بهانه شما این وضعیت رو ادامه بدید، خب عملا مثل اینکه 5 تا شوهر رو طلاق دادید اومدید نشستید، خب عملا همین شده دیگه، ازدواج نخواهید کرد. خودتون فکر کنید واقعا چه چیز دیگری بوده؟ چون یه زمانی هست که شما میتونید بگید من اصلا از رابطه جنسی بدم میاد، یه زمانی شما میتونید بگید من از مادر شدن بدم میاد، یه زمانی هست که من از مسئولیت و تعهد بدم میاد، یه زمانی که من از اینکه کسی آقا بالا سرم باشه یا منو محدود کنه بدم میاد. یعنی یه چیزی باید بیش از اینا باشه عزیز. یعنی تمام تلاش من در ارتباط با شما، شما رو که به چالش میکشم، به خاطر اینکه ببینم یه جوابی از شما میگیرم، جز یه جواب عادی که نمیدونستم و میخواستم سنتی. چرا باید شما سنتی که میبینید پوسیده یه برجای نابجای ویرانگریست که علائمشو میبینید در چند ازدواج و در کتککاری و در طلاق و در هزانت بچه‌ای که مال مرد است و اینا، شما دنبال یه مجموعه قوانینی میرید که ورشکستگیش همه گونه مشخص شده، اونم نمیبینید دوربرتون، و بعد فریاد زنانی که از این نوع قواعد و قوانین و سنت ها و باورها جونشون به لبشون رسیده نمیبینید؟ که طلاق گرفته بچه‌شو نمیتونه ببینه، طلاق گرفته بچه‌شو بهش نمیدن، شوهرش مرده بچه رو میدن به یکی دیگه، میگن توی مادر حق حضانت نداری. حالا ما پیام‌ها رو میشتیم برمیگردیم، هر جور شما دوست دارید، تو همین مسیر هم میتونیم بریم، هر جور شما دوست دارید و به هر دلیلی که لطف کردی تلفن کردی با هم صحبت کنید. فقط دلم میخواد بدونید من قرار هست که یک کمی وقتی آدم ها خوابن بیدارشون کنم، و شما به نظر من بیدار بیدارید، ولی چرا نمیخواید ببینید رو نمیدونم. شما گفتید رشته تحصیلیتون چی عزیز؟ آیا دوره تخصص رو هم گذروندی؟ نه هنوز. یه سوال هم در مورد همونه بعد اگر اجازه بدیم بپرسم. بفرمایید. دوستان در مورد همین مرحله ازدواج چون شما فرمودین، من یه مشکلی که هست اینه که آره خب یه مقداری از مسئولیت بعدنش میترسم، از اینکه نتونم حالا زندگی رو جمع کنم و چیزای اینجوری. آخه نه سب کنید عزیز، نه سب کنید، آخه ببینید قربونتون، زندگی چی شو جمع کنی؟ خانوما و آقایون بی سواد با امکانات کم هم دارن زندگی میکنن، چی رو نتونی جمع کنید؟ یعنی زندگی تنهای شما با خانواده شما یا زندگی زناشوییتون، چرا فکر میکنید که یه بار سنگین که رو دوش شما میذارن که شما دیگه نمیتونید تکون بخورید؟ آه همچی چیزیه؟ ببینید عزیز، من 24 سال خیلی چی؟ من 24 سال و نیمی رو خط رادیو هم یه هدف دارم، واقعیت. آه حرفی که شما میزنید واقعیت نیست، شما دارید به من دقیقا حرفی میزنید که مورچه های خونه تو من اومدم دیدم اینا مارن و من اینجا امشب نمیمونم، برای منو میکشن. یعنی اینقدر دور از واقعی من ازدواج کنم از عهده اداره زندگی زناشویی بر نیام؟ یعنی چی؟ مثل که من برگرم میگه من پشت فرمون بشینم سر این پیچ نپیچیدم، اگه ماشین از اون ور اومد، اگه ماشینم خراب شد،
خب اگر چند نفر به من حمله کردن، خب دنیا رو ما اینجوری ببینیم که اصلا جای زندگی کردن و زیستن نیست. واقعیت نداره عزیز. شما یه تابال هر چی من گفتید واقعی نبوده. خب معلومه وقتی آدم فکر کنه یه فاصله 5 کیلومتر ولی 50 باشه یا 50 کیلومتر 5 کیلومتر باشه، خب معلومه که همه جا به زحمت میفته. تازه به من میفرمایید که نه بگو عزیز. من به راستش چون میگم این سابقه ازدواج ما فقط خونه بود و همیشه میگفتن مثلا فلانی نتونست زندگیشون نگه داره یا مثلا اشتباه از این بود یا اینطوری بود، من همیشه فکر میکنم که خب من خدای بزرگ شما چرا فکر بودین شما نباید اشتباه کنید؟ اصلا اون آدمایی که درباره دیگران اظهار عقیده و نظر میکنن اصلا چقدر میدونن؟ هیچ. برفرض اصلا حرفشون درست باشه، خب میگن این دخترم مثل 7000 7 میلیون 700 میلیون آدم دیگه اشتباهه. شما چرا بخواید اشتباه نکنید؟ من شما میتونید برید فوتبال بازی کنید بدون که حاضر باشید اشتباه کنید فوتبالیست بشید. من شما میتونید برید پیانیست بشید بدون که حاضر باشید اشتباه کنید. شما کدوم مهارت رو میخواید یاد بگیرید بدون که اشتباه کنید؟ بعد بقیه میگن این بقیه چرا مهمند؟ شما وارد یه مهمونی بشید همه فکر کنن شما 50% باهوشترید یا کمهوشترید، 50% زیباترید یا نازیبایید، 50% نمیدونم عاقلید یا چه اهمیتی تو زندگی شما داره؟ هیچی. خواهش میکنم دوست دارم اینو کلامتون آخر مسئله اینجاست که من از بقیه افراد خانواده هست و من همیشه این ته ذهنم هست که خانواده قطعا درست میگن و همش فکر میکنم که خب من چی کار کنم؟ نه عزیز من، آخه نکنیدم چی کاری را، آخه این حرف رو نزنید. خانواده همه درست میگن، من حاضرم الان هر کنم از اعضای خانوادتون بیارید، من 10 تا سوال میکنم 9 تاشو نمیدونن. مسائل مربوط به انسان رو آخه چی خانواده همش درست میگه؟ آخه این کلیشه های بیمارگونه، اینا دیگه واقعی و غیر واقعی نیست عزیز. خانواده همیشه درست میگه؟ این از کجا در اومد؟ الان که همچین سقیده ندارم دکتر، ولی باز هم باید یه سری حالا مبارزات اینجوری داشته باشم توی خونه. اصلا چه موقعم از چی میترسید برای مبارزه؟ عزیز من نه همینا من نمیشه با شما عرض، چون برای خودتون دنیایی درست که عزیز من، شمایی که رفتید پزشک شدید 50 برابر مبارزه رو بیشتر تو زندگیتون انجام دادید و توش موفق شدید و بردید که به اینجا رسید که پزشکید. 50 برابر شما یه وزنه 50 کیلویی رو بلند کردید. حالا من بهتون میگم وزنه 1 کیلویی بلند کنم، میگم میترسم نتونم. ببینید این باورهای پا بر جای نابجاست که کار رسوه، این فیکس آیدیا هاست که دمار از روزگار انسان در آورده و بعدم نخواسته چک کنه اینا درست یا غلط. ارسطو میگه زندگی که یک بار زیر سوال نرفته ارزش زیستن نداره. شما فکر کنید اگر به 1000 نفر بگید خانواده همیشه حرفاش درسته، یک نفر با شما موافق نیست اگر با این مسائل انسانی آشنا باشه. خانواده اتفاقا نظرش راجع به اعضای خانواده و درست و غلط ها در بیشتر موارد اشتباهه. به همینجاست که باید از کسانی که غریبه هستن، پیش فرضایی ندارن، پیش داوریایی ندارن، قرض و مرضی ندارن، از نظر احساسی گیر نیستن، از نظر اعتقادی نیستن، درست مثل شمایی که اگر مریض بیاد میتونید برید سراغشون، اگر جراح باشید میتونید هر کسی رو جراحی کنید، ولی اگر رفتید دیدید خواهرتونه یا مادرتونه از کار میفتید. چرا؟ برای که اون انفجار احساسی شما اجازه نمیده اون کار رو بکنید، میگید یه دکتر دیگه بیاد. یعنی اتفاقا شما من میگید خانواده بدترین راهنما. بله به خانواده قرار نظرش رو بگه، ما هم حتما باید نظرشون رو جدی بگیریم و بعد بریم چک کنیم مطمئن بشیم که درسته یا غلطه.
خوشبختانه نزدیکن، ما انتظار داریم، حق اونا هست، وظیفه اونا هست، حرفشون رو بزنن. من مشکلی اونجا ندارم، ولی یه نتیجه گیری که خانواده نظرش درسته. بله، شما که میگید خانواده نظرش درسته، الان اگه برگردید بگید که من فکر میکنم نمیتونم زندگی رو جمع و جور کنم و در زندگی موفقی داشته باشم، باز موافقت میکنم؟ بعد شما استدلال گفتن تلاش کن جمعش کنی. برای اولین بار یه حرفی گفتید که تا حدودی خوب و درست بود. مثلا من باید بهتون تبریک بگم بعد از این همه اشتباه، چگونه شما یه دفعه همچین شاهکاری رو نشون دادی. حالا بیاد ببینم اصلا باورم به خدا نمیشه، باورم کنید. من چون تمام عمرم با این جنگیدم، گفتم شما بگو من اینو دوست ندارم، دوست دارم مثلا، ولی وقتی گفتی میخوام بگم چرا دوست دارم و چرا روحه، اون باید درست باشه. شما هر نظری دارید برای من قابل قبول، خودتون عزیزی، عقیدتون هم محترم، ولی وقتی گفتید بذار برات استدلال کنم، دیگه اینجا شما اومدید به یه جایی که بر اساس یه اصول علمی، عقلی، واقعی، منطقی که با قواعد طبیعت سازگاره ما بحث داریم. حالا باید بتونید حرفتون رو ثابت کنید. اول بگید من از این خوشم نمیاد. ولی اگر گفتید خوشم نمیاد به این دلیل که تو فامیل ما ازدواج بوده با مشکل روبرو شدن، یا تو فامیل ما یک کسی این گونه عمل کرده شده، آخر دنیایی است که شما که توش کار کردید، برای یه دارو برخی از اوقات نه یه دونه نمونه، نه صد تا، نه هزار تا، نه صد هزار تا سمپل هم کافی نیست برای که نتیجه گیری کنن، صد هزار برای که فکر کنن هنوز از نظر آماری میتونن اشتباه کنن. حالا بیاد از اون بگذاریم. چیز دیگری که مورد نظرتون بود که گفتید میخواید راجع به حرف بزنید چیه؟ چون معلومه من و شما در مورد ازدواج یا خودتون اصلا زدید به اون راکی بود که بود من نبودم. خب یه چیز کوچیکی که در موردش بگم، البته میدونم دوباره عصبانی میشین از دست. عصبانی نمیشم، مثلا هیچ وقت عصبانی نمیشم، من بحثو جدی میگیرم، برای که شما برای من خیلی 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 مهمه. دوام معلوم دوام کنم، مثلا دوست دارم، مثلا برای کتک کاری دوست دارم جان. دکتر راستش الان دیگه اون فکرها رو خیلی کم کردم، یعنی خیلی مثلا حالا سعی کردم اینا رو بذارم کنار رو بگم اصلا اینا درست نیست، ولی احساس میکنم الان دیگه مثلا حالا سنم بالا رفته و اون کسی که مورد نظرم باشه خب دیگه پیدا نمیشه و دیگه الان خودم خسته نکنم و فکر میکنم خسته به همون نه نفهمیدم. حالا به این باز کار خراب شد. نفهمیدم شما در سن 34 سالگی چرا فکر کنین ازتون گذشته؟ امروز فکر می‌کردم امروز نیمی از آدمای تحصیل کرده بین 35 تا 40-45 ازدواج میکنن، برای که شرایطی که از نظر تحصیل و ادامه تحصیل و مدارکی که مدت‌های طولانی داره، بعدن هم به هر حال باید کاری پیدا کرد و زندگی رو تشکیل داد، این گونه ایجاب میکنه. بعدم شما 34 سال دیر شده، شما 44 سال اتنام بود دیر نشده بود، جسم 34، بعد حالا یه دفعه اینم بازی رو در بردید. برای اول من یه بازی در بیانم، بعدم میگم خب برای من خواستم ولی نشد. من با صدها مورد ماننده، نمیگم اونا مثل شما بودن، روبرو شدن، بعد فهمیدم که طرف اصلا تمام روابطی رو هم که دنبالش رفته روابطی بوده که 100% مطمئن بوده خودش یا اون یا هر دو نمیخواد. پس شرط این که من با کسی رابطه برقرار کنم این است که مطمئنم به جایی نمیرسه. یعنی انسان اینقدر در ارتباط با خودش فریب کاره. تو 10 رابطه هم رفتی، تو 10 رابطه. به همچه است که ما قراره یه شناختی از خودمون داشته باشیم. شناخت از خودمون یعنی چی؟ یعنی چرایی رفتارمون و احساسمون بدونیم. شما حرفایی که من میزنید یه نتیجه گیری هاییست که شما، نمیخوام اذیتتون کنم، شما امکان نداره با این نحوه تفکری که داشتید حالا میگید بهتر شدید، ولی ادامه دید شما 45 سالگی 7 سالگی شما را از پا میندازه. دیپرشن امکان نداره بذاره شما سر بلند کنید، برای که این دنیای واقعی نیست. من یه دوره دیپرشنی داشتم دکتر، حالا یه سری دارو استفاده کردم ولی بیشتر سعی کردم روان درمانی انجام بدم که خیلی بهتر شدم. حالا خب به هر حال ببینید عزیز، اگر شما رو من توی لس آنجلس داشتم اون زمانی که من کار میکردم،
من بحثم با شما خیلی روشن بود. تنها چیزی که شما دارید در تاریکی کامل با هوش بسیار، توانایی بسیار زندگی میکنید. من فقط کافی بود چراغ رو روشن کنم. یعنی اصلا مسئله عجیب و غریبی نبود. یعنی یک کسی شما ببینید عزیز، 10 تا پایه برای خودتون درست کردید که همه غلطن. فقط کافی است بذارید چش کنار. همه چی درست میشه. مثل آدمی که رانندگی بلده، گواهی نامه داره، ماشین داره، همه امکانات داره، آدرس گم کرد. شما آدرس گم کردید، بعدم پشتش مایلید خودتون رو بزنید به گیجی. چون وقتی هم که بهتون آدرس میدن، آدم گم بشه پیدا میکنه، ولی اگر گیج باشه پیدا نمیکنه. و این کاریست که شما یاد گرفتید انجام بدید و همینطور دیگرون هم سر کار بذارید، مگر در رشته کار و تخصص خودتون. اونجا نسبتاً محکم میستید، ولی بقیه جهان هم. ولی از کجا میاد من نمیدونم. البته جایگاه شما اینو میتونه نشون بده، ولی انتظار من از یک کسی مثل شما این است که همه اینا رو بریزه دور. اصلا ماجرای رشنال مایند تینکینگ و ریزنینگ یا عقل در اینه که باور 60 ساله تو 6 ثانیه میتونه دور ریخته بشه. علت چم این است که عقل تنها قسمت آزاد وجود انسانی و بر اساس اصل اویدنس، دلیل و سند و مدرک حرکت میکنه، نه تمام طبیعت بر اساس اصل علیت کازالیتی. همه چیزی رابطه علت و معلول داره، تنها در تخیل و یا در عقل که آزاده و این مشخصه انسانه. خدا هم وقتی انسان رو خلق کرد، نعمتی که بهش داد آزادی بود، بعدم بهش راهنمایی کرد که از این آزادی استفاده کن، درخت دانایی رو استفاده کن. بنابراین نتیجه قرار بود این باشه که انسان تنها موجود آزاده که باید به دنبال آگاهی باشه. اما چه کنم که آمدن نتیجه گرفتن گناه اولیه، بنابراین اون گناه کرد، ما همون همه گناه کاریم. البته علت چون میدونیم چیه، برای که اقلن تا 300-400 سال قبل رشد همه جوامع بشری در حد 6-7 سالگی بوده و 6-7 سالگی یعنی دنیای گناه، برای که این مرحله مشخصه اون دورانه. حالا گناه مذهبی بوده، گناه حتی چیزی که شما بارش رو میکشید رابطه انسانی بوده. خدایی که انسان رو به صورت زن و مرد نر و ماده خلق کرده، نه تنها انسان رو، حیوان رو، حتی گیاهان رو، و اصلا از این راه خواسته تداوم پیدا کنه نسل، و این راهی بوده که امروز هم میدونیم قانون اول و اصلی طبیعت و ژنتیک، حفظ و انتقال ژنه که بتونه نسل تداوم پیدا کنه. ما اومدیم با وجود باورها و اعتقادات مذهبیمون که به خدا و به علم خدا و به توانایی او باور داریم، اومدیم گفتیم نه، اینجا رو اشتباه کرد. این انسانی که بزرگترین نیروی درونیش کشش و تمایل جنسی یا سکشوال درایو، این قرار این رو یه جوری از بین ببره. بنابراین برچسب نمیدونم حیوانی و شهوانی و اینا روش زدیم و تخریبش کردیم و انداختیمش دور. حالا من میخواید چی بگید عزیز؟ میخواید ما هم در یه قسمت بعدی هم گفتگوی داشته باشیم؟ اگر بسه من میشن داشته حتما. بنابراین بریم سراغ پرسشی که دارید. بیاد بحث نکنیم درباره تفاوتایی که هست، بیاد به من بفرمایید موضوع، مسئله یا پرسش هایی که حتی تو مسئله مربوط به ازدواج هست یا مربوط به کار و تخصصتون، در حدی که من بدونم من در خدمت هستم. سلام بهت. اگه وقت دیگه بهم دادی. خواهش میکنم بفرمایید. دکتر من یه سوال دیگه داشتم در مورد اینکه آیا برنده شما برم تخصص یا اینکه مهاجرت کنم. اول اینکه من بگم خب یه زمینه استرابی دارم و اینکه تخصصی ایران خیلی آینده خوبی نداره، ولی خب در عوض دیگه حالا توی خانه هستم و خیلی هم علاقه به مهاجرت ندارم، اما آینده نگریش خوب نیست. تخصص گرفتم توی ایران برای مهاجرت هم نه، من البته دو چیز رو برم. نه صبر کنین، من با مقایسه رو نمیفهمم عزیز. یعنی میتونم بگم من یه مقدار پول دارم، حالا کفشم رو عوض کنم یا پیرنم رو، ولی اینکه تخصص در ایران یا کار درست یا غلطی، یعنی من شما رو نفهمیدم. اگر شما متخصص باشید
مقصودتون از این که خوب نیست چیه؟ با که جای دیگه مقایسهش نکنید. من فرضم بر این است که اگر شما پزشک عمومی باشید 1,000,000 تومان درآمدتونه، اگه متخصص باشید ای بسا 2,000,000. ضمناً به هر حال یه آگاهی، دانایی، یه رشد، یه پیشرفت، یه فایده بیشتری دارید. چرا بده یا چرا خوب نیست؟ دکتر به نسبتی که باید مثلا بنابر زحمتی که داره، بنابر اون کاری که میبره خیلی کمتره. یعنی چه بسا خیلی از پزشکای عمومی الان درآمدشون از متخصص میشه راحت، خیلی راحت بیشتر باشه. چرا؟ چرا بیشتره؟ یعنی هنوز راه متخصص نمیره؟ نه ببینید عزیز، صبر کنید عزیز. آخه یه چیزی هست به اسم بازار که من به دلیل به هر حال کمی آشنایی با مسائل اقتصادی هستم. بله شما حرفی که میزنید درسته، ولی اون آدم یه کسی است که به دلیل نوع کار و مانور و بازیاش تونسته با وجودی که به گفته شما پزشک عمومی درآمد خوبی داشته باشه. این آدم این تخصص داشت، درآمد خیلی بیشتری هم می‌داشت و ضمناً از بقیه متخصصین هم جلو می‌افتاد، ولی این ارتباطی به مسئله تخصصه نداره. یعنی این برمیگرده بسیاری مسئله چی عزیز؟ مسئله این که مثلا من کسی حالا بیزنسمن خوبی باشه اینا نیست، مسئله اینه که کجا آدم شاغل بشه، اون شخص کجا شاغل باشه. اگه کسی باشه که از قبل مثلا توی ارگان رسمی باشه، آره خیلی وضعیتش خوب میشه، اما اگر نباشه تازه 4 سال و یا 2 سال هم تر باید بذاره، حالا با اون شرایطی که احتمالا میدونید بالاخره شرایط خوبی نیست، اصلا شرایط سختیه، و بعد از 6 سال تازه بخواد شروع به کار بکنه با همون حقوق خیلی پایین و همینجوری هی باز بیشتر طول میده. نه حالا معنیدار شده حرفتون. نه حالا نه، چون مقایسه مطرح نیست. مثلا این است که شرایط خاص ایران این گونه که شما میفرمایید، اگر این گونه باشه خب حق با شماست، اونم میشه فهمید و ارزش رو نداره. مثلا به هر حال ما یه دوره‌ای هست که زمان برامون مهمه، یه زمانی هست که یه ماه خیلی مهمه، حالا یه وقت دیگه یه سال اونقدر مهمه، اونو میتونم بفهم. ولی من مسئله رو با مهاجرت و توجه به استرابی که گفتی درست نمیبینم، برای که مهاجرت استراب شما رو کمتر نمیکنه. عدم آشنایی به فرهنگ و زبان و پیچیدگی های یه جامعه، اونم در یه رشته مانند شما، اگر الان فشاری که رو شما هست اسکیل 1 تا 10 مثلا در ایران 5، تو هر جای دیگه 8 و 9، یعنی اون جای امنی برای شما نیست. اما بذارید من یه گریز دیگه ای بزنم. اگر یک کسی الان به من بگه اطلاعات کمی کمی که من از شما دارم و اولویت شما چیه، میگم اگر 1 تا 100 باشه 80 تاش اولویت خانم دکتر ازدواج، بعد بر مبنای ازدواج موندن ایران یا نموندن ایران، گرفتن یا نگرفتن تخصص و هر چیزی از این قبیل میتونه مطرح بشه. ولی به نظر من شما اشتباه بزرگی میکنید اگر الان مسئله ازدواج حل نکنید. چون اگر مشکل ازدواج و بچه رو اگه میخواهید حل کنید، 50 سال یه کاری که باید انجام بدید تا انجام بدید. اگر نه یه کمی وقت بگذره، اون وقت شما 50 سال باید خودتون رو محروم کرده باشید از چیزی که خودتون حتی این حق رو به نظر من ندارید. یعنی از نظر من اولویت اول شما 80%، 90% ازدواج، 10%، 20% تخصص یا مهاجرت، و بنابراین اصلا اولویت اول من نیست. بر اساس اصلی که نه تنها موفقیت، سلامت و خوشبختی رو تضمین کنه، first thing first، اون چی که اول اول، شما الان باید هموغمتون در چارچوب مسئله ازدواجتون باشه. اگر کسی هستید که ترجیح میدید ازدواج کنید، ترجیح میدید که صاحب خانواده و فرزند یا فرزندانی بشید، خب قرار ازدواج اولویت اول شما باشه. چه اهمیتی داره موضوع تخصص یا مهاجرت؟ هیچ کنید جان، خواهش میکنم، از کنم فرزند نمیخوام راستش رو بخواهش. خب حالا دیگه مسئله جدی. حالا خب یافتن فردی که اونم بچه نخواد خیلی دایره رو محدود تر میکنه. ولی شما که من الان با من 40 ساله فرق میکنه، الان دیگه نمیخوام. نه آخه 40 ساله بخواید هم آخه دیگه نمیشه. نه سب کنید عزیز، میدونم که بعدا شاید پشیمون بشم بگم خب. چرا اینو گفتم. نه من نه عزیز، نه ببینید مخلوط نکنید مسئله. ببینید باز یه قاعده است، ما قرار امروز کار درست رو بکنیم، بعدا معلوم شد غلطه غلط بشه. ولی ما نمیدونیم امروز کار غلط بکنیم به این امیدی که بعدا معلوم شد درسته.
این هیچ عقلی این نمیگه. پس بنابراین اگر شما حرفتون این است که من اصلا نمیخوام مادر بشم و بچه داشته باشم، یه مفهومی و یه نوعی از ازدواج میخوای که حالا دو چیز توش هست، یکی قصه زمان و سنتون اونقدر یه مهم نیست، دوم این که اولویت اولتون اونقدر مهم نیست، حالا میتونه چیز دیگه هم باشه. بنابراین اگر شما الان، من قصدم آینده نیست، این که پشیمون میشه یا نمیشه بحث من نیست، اگر شما الان حرفتون این است که من الان اگه بهم بگن بچه میخوای میگم نه، اگه مرد مناسبی پیدا شد گفت بیا با هم ازدواج کنیم ولی او بچه میخواد من میگم نمیخوام، اگر خواست برم بره، خب اگر شما فرزند نمیخواید که کاملا میشه فهمید با توجه به جایگاهتون که همه مطالعاتی رو نشون میده، خب شما اولا خودتون درست نکردید، یعنی میخه تو پاتون رو در نیاوردید، شما گفتید من میخوام با آسیب های بچه آخر و هشتم به زندگی کنم، اونجا اشتباه بزرگی بود، یعنی درست مثل آدمی که چاقه نخواسته لاغر بشه، لاغر نخواسته چاق بشه، آسیبش هم خورده. خب اون با بعدم شما باز به من اشاره میکنید که من استراب دارم. خب استراب مثل این که من برگردم بگم من یه زخمی تو بدنمه، حتما میشه از بینش برد، حتما میشه بعدن نداشتش، یعنی این یه چیزی نیست که باشه با من و با من بمونه، ما همچین چیزی نداریم عزیز. من متاسفم که هنوز در یه جامعه مانند ایران فرض بر اینه که من اگر ویژگی روانی دارم اینا مال ابدی و همیشگیست. من هزاران هزار آدم رو دیدم که با همکاری دوستان یا خود من تو زمانی که کار تراپی میکردم مضطرب بودن دیگه نیستن، افسرده بودن دیگه نیستن، وسواسی بودن دیگه نیستن، خشمگین و عصبانی بودن دیگه نیستن، بدبین و منفی بودن نیستن، تموم شد. یعنی این یه چیزی نیست که شما بخواید همینجوری تو خودتون نگهش دارید. یعنی به نظر من شما یه فرد مناسبی رو برای مشورت یا کار تراپی نداشتید و یا ندارید. در غیر این صورت نمیذاش این اشتباهات به نظر من فاحش رو و یا این باورهای غیر واقعی رو که به تدریج شما رو به هم میریزه رو انتخاب کنید. یعنی من اصلا خوشحال نیستم از نگاه شما به موضوع، از اون اینترپریتیشن، تفسیر و تعبیری که شما از زندگی میکنید، از خبرهایی که دوربرتونه. یعنی میدونید اینا موضوع و مسئله منه و احتیاج به یک کمک دارید عزیز. باز جمله رو تکرار میکنم، در اینکه شما گواهی نامه دارید، تو اتومبیل دارید، تو همه چی درسته، آدرس رو گم کردید، جای معلومم هست، بچه هشتم بودن تو خانواده اصلا نشون میده ما تصمیم گرفتیم بچه آخر رو له کنیم، ولی که همه نوعی اون فشارها هست و اینا رو میشناسیم. بعدم شما آمارا نگاه کنید، آمارا نشون میده که دختر تو خانواده، دختر آخر از خانواده که بیشتر از 4 تا هستن، دیگه 5 تا که حتمی است، 400% تمایل داشتن بچهشون در اونا کمتره. 10% زنا اصولا بچه نمیخواد، آمارا اینو تقریبا همه جا نشون، ولی دختران آخر که در خانواده بیشتر از 4 تا یا 5 تا بچه هستن 40%شون نمیخوان. حالا شما معلومه که یه همچی کسی معمولا هم حاضر نیست با مردی ازدواج کنه که مثلا از ازدواج قبلی بچه داره، برای شما مثلا یه نوع خاصی رو از زندگی میتونید داشته باشید. این نوع خاص زندگی باز برمیگرده به اینکه اصولا میخواید هم چگونه زندگی کنید، هم رابطه‌تون با مرد میتونه چی باشه. فکر کنم امروز صبح بود که آقای روی خطش فوردند و با هم صحبت کردیم، ایشون مثلا به یک اعتبار کمی شباهتی به شما داشت، ولی حرفش این بود که من 6 ماه به 6 ماه، یه سال به یه سال دوست دخترم رو عوض میکنم. بنابراین پس یه نوع زندگی رو برای خودش به وجود داره، بچه نمیخوام، ازدواجم نمیخوام بکنم، قول و تعهدی هم به کسی نمیدم، تا زمانی که کشش و تمایل جنسی شدید نسبت به زن دارم اون دیگه هم دارم، و چون بعد از یه مدتی دلالی با هم صحبت کردیم از بین میره جدا میشم. پس بنابراین یه فرضی مثلا من از ذره ایشون داشتم، ایشون تا 40 سال آینده ای بسا 40 تا دوست دختر رو عوض میکن، بچه هم نمیخواد، این نوع زندگی رو پذیرفته، عادی و معمولی است؟ نه، برای ایشون ممکنه کار بکنه، شاید. به همین جهت است که شما وارد یه نوعی از زندگی میخواید بشید حالا که بچه نمیخواید، که اصولا یه دفعه فرض کنید 70-80% آدمایی که میتونستن با شما باشند و با شما ازدواج کنند رو میذارید کنار، یه شما میدید به جای این 100 آدمی که ای پسا وجود داشت حالا باید با 10 تاش سر کنید.
چون 90% رفته. حالا کار انتخاب و مشکل میکنه، ولی چون انتظار و ملاکای شما پایین اومده، از یه طرف دیگه میتونه کار رو ساده کنه. ولی اینکه بعدن راحت و راضی هستید معلوم نیست. اینکه بعدن فکر میکنید فرصتهایی رو از دست دادید رو نمیدونید. به همین جهت که اجازه بدید باز جمله‌مو تکرار کنم، من بیش از همه در شما گمی و گیجی میبینم درباره مسئله مربوط به زندگیتون، ارتباطاتتون، ازدواجتون، خانواده و بچه. و من فراوون دوستانی مانند شما تو این شهر زمانی که کار تراپی میکردم داشتم. علتش اینه که اینا یه مقدار از مشخصات و ویژگی های دوستان تحصیل کرده و آگاه ماست که در حقیقت نوری که به خاطر اون رشته دانششون برایشون به وجود اومده همه چیز رو روشن شفاف میبینن. کمی هم پرتو به این نور به جاهای تاریک دیگه زندگیشون یا درونشون افتاده، ولی کافی نیست. یک کسی دیگه باید چراغ رو اونجا روشن کنه تا انتخاب بکنه. شما هنوز فرصت رو داری. بنابراین با توجه به توضیحاتی که دادید، من با گرفتن تخصصتون خیلی اصراری ندارم. مهاجرتتون هم درست نمیدونم. حالا میمونه اولویت اول از نظر من که ازدواجه، که این اون چیزیست که شما باید تصمیم بگیرید واقعا به عنوان اولویت و ترجیح اول شماست یا نیست و بر مبنای اون عمل کنید و چه باید کرد رو نمیدونم. ولی اگر 5 ساعت یا 10 ساعت با یه خانم روانشناسی که یک نگاه علمی داره، نه نگاه علمی و عرض کنم عقیدتی، یه نگاه علمی به موضوع داره، میتونید به یه جایی برسید که هم تصمیم درستی بگیرید با توجه به آنچه که هستید و هم خاطرتون آسوده باشه که 10 سال و 20 سال دیگه خیلی احساس پشیمانی و حسرت نمی کنید. ولی یک کمک میخواید. اون حداقل به نظر من یه چیزی نزدیک 100 ساعت کار هست. البته دوست من قبلا هم بوده پیش حالا روانشناس اینا رفتم چندین جلسه، ولی در همین حد بوده که الان هستم. تحضیل نشده دیگه منظمانم. نه دیگه خیلی خیلی پیش رفتی نکردی خانم. کلاس اول فعلا با تجریدی وارد شدی میدونی. برابری باید بری شهری برد دست مناسبش پیدا میکنم. نه حتما این کار میتونین بکنین. نه واقعا چون دوستانی هستن که خوبند، آگاهند، دانان و بعدم گفتم یه نگاه علمی، عقلی، واقعی، منطقی به موضوع دارن و شما اونو میخواید. برای اینکه متاسفانه زمینه های احساسی و اعتقادی شما خیلی قوی و غالبه و ضمنا حتما خواهش ازتون میکنم چون میتونید یه سی دی و حتی به صورت کتاب هم در اومد، پیاده شده کتاب که نیست، یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، یکی چرا ازدواج چرا طلاق. چون در اونجا بس این است که ما چرا ازدواج کنیم به دلیل درست، چرا ازدواج کنیم به دلیل غلط و چرا ازدواج نمی کنیم. چون شما اونجا 15-16 تا مطلب باید ببینید کدومش به شما میخوره. حداقل چرایی رو بدونید. برای چرا ما طلاق میگیریم به دلیل غلط، چرا باید طلاق بدیم و چاره غیر از این نیست، چرا طلاق نمیگیریم. یه 8 ساعت گفتگوست، اونو لطفاً و حتماً بشنوید. و ضمناً مایل هستم که ازتون بخوام تیپ شخصیت سالم و نرمال و حتی تیپ شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت یا پرسونالیتی دیسوردر رو، اونم 28 ساعته. لطفاً بشنوید. این اطلاعات کمک میکنه برای که اون حداقل اون مبانی و پایه‌ها رو توضیح میده که حداقل آدم گرچه ممکنه کم بدونه ولی اشتباه و غلط و بد نمیدونه. اونی که مهمه تو این گونه مبانی. امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خیلی ممنون دوستان. خیلی ممنون. تمنا میکنم. خدا نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.